خداوند. سلام به همگی، همه میگم برادر خواهرای عزیز پشت تلویزیون. همینطور که خواهرمون الیزا گفت، واقعا از روز پنجشنبه بود که رفتیم سالیم، من میتونم بگم که یه قسمتی از ملکوت یا پادشاهی خدا رو اونجا دیدیم. هرچقدر حضور خدا خیلی قوی یه جایی باشه، اونجا صلح به وجود میاد، آشتی به وجود میاد، شادی به وجود میاد. واقعا من میتونم بگم 4 روز بود که در شادی بودیم. فقط نه شادی کاذب، فقط همینطور برقصیم و چیز بکنیم، یه شادی که روحانی بود، که تو این شادی صلح بود، آرامش بود، شناخت بود، شناخت خدا بود و شناخت مخصوصا روح القدس. تمای این سمیناری که ما اونجا رفتیم روح القدس دوست من، یا میتونم بگم دوست من روح القدس، این تمایی بود که هفته ها پیش زمانی که ما در موردش فکر کردیم گفتیم که الان میخوایم با بچه ها، با نوجوانان، و اسم این نوجوانان امیدان هستن، امیدان، امیدان، امید کلیسای آلفا اومگا و همینطورم امید این دنیا. آمین. یه کلام خیلی قویه زمانی که ما میگیم امیدان، که اونجا یه مسئولیتی بزرگی ما باید اینجا احساس کنیم. پس زمانی که اسم من امیده، پس باید این امید رو به این دنیا برسونم. و به هر حال ما همینطور فکر کرده بودیم، دعا کرده بودیم و خدا هدایت کرد، گفته این سمینار سمیناری هست که من میخوام، یعنی روح القدس میگه که من میخوام عنوان دوست خودم رو معرفی کنم. و نمیدونم چقدر شما در مورد روح القدس شنیدین، مهمونای عزیز، یا حتی ما کلیسا که هستیم، ما بیشتر با عیسی مسیح، با پدر آسمون اونجا بیشتر ملاقات داریم، چون که چیزایی هستن که احساس میکنیم عیسی مسیح که در انسان شد، در این دنیا آمد، ما میتونیم لمسش کنیم. و پدر، برحال چون ما پدرهایی داشتیم، یعنی پدری داریم، میتونیم تقریبا اینطوری تصور کنیم، یا پدر، زمانی که میگیم پدر آسمونی، و مخصوصا که ما تولد تازه رو به دست آوردیم، اونجا ما میگیم پدر آسمونی، و اونجا به هر حال یه ارتباطی هست که ما میتونیم با پدر قرار بگیریم. با عیسی مسیح عنوان منجی، همینطور هم میتونیم اونجا بگیم مرسی عیسی جان که تو کفاره گناه ما شدی، زندگیشو نوشته شده تو کتاب مقدس، نوشته شده چطور عیسی مسیح زندگی کرد، چطور کارهای خوبی کرد. فقط انسانش بود که چون انسان بود میتونستیم اونجا با او بیشتر در رابطه برقرار کنیم، درسته یا نه؟ با پدر هنوز نه اینطوری، فقط حداقل پدره و میتونیم تصور کنیم. یه پدری هست که مثلا به وسیله او ما به دنیا آمدیم، یا تولد تازه رو به دست بیاوردیم، همینطور میریم پیش پدر، همون پدر دنیای ما که به ما امنیت میده، به ما هویت میده. و اونجاست که ما میایم پیش پدر، میگیم ای پدر آسمونی، نام تو مقدس باد، یا هر چیزایی که درد دل میکنی با پدر. فقط روح القدس اینجا وارد یه بودی میشیم که اصلا نمیتونیم تصور کنیم. و یه کسی میگه که روح خدا مثل یه بادی هست و برای یه قدرتی از افرادی روح خدا رو توضیح میدم، مثل قدرتیست، انرژی هست، و فکر میکنم میتونم با این انرژی الان کنار بیان و نمیتونن درست رابطه برقرار کنن، چون ما با قدرت، با مثال میگم، اگه برق رو برداریم، با این برق میتونی یک چیز داشته باشی، یک چی میگم رابطه برقرار کنی. فقط همون آخرین بار هم هست، اولین آخرین بار برقرار میکنی، بعد از این مردی، چون اونجا فقط برقه، هیچ ارتباط شخصی اونجا نداریم. و به این خاطر خدا میخواست مخصوصا در این زمان آخر که ما زندگی میکنیم، این شخص سوم تثلیث رو به ما معرفی کنه، مخصوصا به نوجوانان امیدان معرفی کنه، که مخصوصا در یه زمانی هم زندگی میکنیم، وسوسه های زیادی هستن، شهوت های زیادی هستن، در این دنیا خیلی اتفاقاتی میفته، و اونجا ما احتیاج به یه امنیت داریم، و که عیسی مسیح رو داریم و کتاب مقدس رو داریم. فقط عیسی مسیح به هر حال، هر چقدرم خودش هم میگه که هر موقع که شما جمع میشین در نام من جمع میشین، من اینجا هستم، درسته؟ و اینم با باور میکنیم. الان هم که ما اینجا در نام کی هستیم؟ در مورد عیسی مسیح اینجا جمع شدیم. عیسی مسیح اینجاست؟ اگه نرمال وردارین اینجا نیست عزیزان. عیسی مسیح در دست راست پدر اونجا نشسته و سلطنت میکنه. تمام قدرت و قوت در آسمون در زمین به او داده شده.
الان اگه نرمال بردارین از سر منطقی چیز میکنین، عیسی مسیح روی تخت پادشاه اونجا نشسته، همه چیز رو کنترل اوست، تمام قدرت در آسمون، در زمین، در زیر زمین، همه چیز به او داده شده، او سلطنت میکنه. یا فقط زمانی که عیسی مسیح میگه که زمانی که من اینجا به اسم من جمع بشیم، من اونجا حضور دارم، منظور نیست که خود شخصا حضور داره، بلکه اینجا روح خداست که اینجا ساکن هست و روح خداست، همون خدای تثلیثی هست که ما باور میکنیم. تفاوت الان خیلی جالبه، زمانی که اینو خواهش میکنم کسانی که هنوزم ایمان نآوردن به عیسی مسیح، هنوز در حال جستجو هستن، از زانه میدم کیا گوش میکنن، تمام فرقه ها رو که ور میداری، تمام مذهب هایی که ور میداری مقایسه میکنی، همه مذهب ها بیشتر از توی قربانی میخوان. تو باید یه کاری انجام بدی که خدا تو رو بپذیره، تو باید مراسم های انجام بدی، قربانی های انجام بدی، زندگی تو باید درست کنی، هزار تا چیزایی هست که قانون هایی هست که به شما میدن که باید انجام بدیم. فقط اینجا میبینیم که در مسیحیت اول که مهمترین اینه که اول میبینیم که خود خدا آمده یک قربانی کرده و از ما قربانی نمیخواد، فقط از ما میخواد که باور کنیم که او قربانی شده به خاطر گناه من. زمانی که این دوران رو میگذارونیم و همینطورم باور میکنیم که عیسی مسیح واقعا پسر خداست و پسر خدا، نه اینطوری خدای خانواده در آسمون داره یه پدر یه پسر روح القدس یه با هم دیگه چیز هستن زندگی میکنن، بلکه خدای تثلیث یعنی پدر پسر روح القدس ذاتش یکیه، فقط از همدیگه جدا هستن. پدر کار خودشو میکنه و عیسی مسیح کار خودشو میکنه و روح القدس. الان اگر نگاه کنین همون پیدایش باب 1:1 اینجا ببینیم که در ابتدا خدا آسمون ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و خداوند گفت روشنایی شود و روشنایی شد. اینو شاید خونده باشین. اینجا میبینین که اونجا خداست، خدای پدره و خدای پسره که کلام خداست و روح القدسه که همه چی رو به وجود میاره. سه تا خدای مختلف نیستن، سه تا خدا هستن، سه تا شخصیت ماهیت ایشان یکیه، فقط هر سه تا با هم عمل میکنن، هر سه تا با هم دخالت میکنن. این دنیایی که خلق شده به وسیله روح القدسه و پشت روح القدس خدای پدره که صحبت کرد و این صحبت، این کلام روح القدسه. پس میبینیم که ما به سه تا خدای ما چیز نمیکنیم، باور نمی کنیم. خدای تثلیث که مستقل هستند و در این حال یک هستند، به این ما ایمان داریم. و خیلی هستند که در این قسمت نمیتونن تصور کنن و واقعا هم تثلیث هم یه چیزی هم هست که خیلی خیلی سخته دریافت کردن، یعنی مکاشفه رو گرفتن. فقط چون برای من بهترین توضیح که میتونم تثلیث رو بفهمم اینه که چون خدا منو شبیه خودش خلق کرده، خدا تو رو شبیه خودش خلق کرده، درسته؟ نمیدونم چقدر باور میکنی، نمیدونم فرقه های دیگه چی گفتن، یا برحال فرقه هایی هستن که داروینش تئوری که ما از یک سلولی به وجود آمدیم یا گوریلا، یعنی هر چیزایی هستن که گفتن، این ربطی داره به چه چیزی تو باور میکنی؟ فقط زمانی که نگاه میکنیم و میگیم که خدا منو شبیه خودش خلق کرده، پس منم نگاه میکنم به خودم اگه میخوام با تثلیث آشنا بشم، پس میگم من از چند تا قسمت هایی خلق شدم یا ساخته شدم. یه روحی هست که به من حیات میبخشه، نفسی هست که شخصیت میده و بدنی هست که این روح رو، نفس رو، شخصیت رو بیان میکنه. آمین؟ درسته یا نه؟ پس فقط الان چند تا آلبرت هایی میبینین اینجا؟ سه تا؟ یه دونه آلبرت میبینین یا نمیدونم کسی هست اینجا؟ نه؟ یه دونه آلبرت میبینین. پس زمانی که یه دونه آلبرت میبینین، فقط یک نیستم بدون شخصیت، یا اول بدون روح هیچ حیاتی ندارم. شخصیتی که منو شبیه خدا میکنه، یا این شخصیتی که هویت خداست که به ما دمیده شده، این شخصیت چون خدا پدره، من این نفس رو دارم، شخصیت رو دارم. همینطورم عیسی مسیح که میبینیم که خود عیسی مسیح آمد و اونجا
پدر رو آشکار کرد و تقریبا اینطوری میتونم بگم این بدن منه که تمام شخصیتی، زمانی که میخندم، زمانی که شاد هستم، غمگین هستم، روی شاد دارم، این انعکاس نفس منو این بدن نشون میده. به این خاطر سه تا آلبرت های نمیبینیم، فقط یه دونه آلبرت میکنیم در یک در این حال یک هستیم ما. و روح القدس قسمت مستقل خداست که از طرف با پدر و پسر یک هست. ما به این خدا ایمان داریم و به این خاطر اول گفتم که تفاوت ما با دینهای مذهبهای دیگه اینه که اول عیسی مسیح که از من و از تو هیچ قربانی نمیخواد، چون ما نمیتونیم هیچ قربانی برای خدا بیاریم. خدای ما خدای قدوسی هست، ما نمیتونیم زندگی مقدس داشته باشیم. ما میتونیم شاید اخلاقمون یکم درست کنیم که یکم به هر حال از طریق اخلاق میتونیم عوض کنیم، فقط هیچ موقع شبیه خدا نخواهیم شد، چون خدا قدوسه. به این خاطر زمانی که خدا میگه که من انسان رو شبیه خودم خلق کردم، برای این ما خلق شدیم. به این خاطر عیسی مسیح باید سی میامد و خود عیسی مسیح باید قربانی میشد که به وسیله این قربانی، به وسیله آمرزش گناه ما، که من این رابطه‌ای که به وسیله گناه، این رابطه‌ای که با خدا باید سی داشته باشم اینقدر شد، اینو خداوند ورداره که بتونم با خدا به وسیله خون عیسی مسیح من آشتی کنم. فقط اینجا تمام نشد، بلکه تفاوت اصلیش اینه که خدا روح القدس رو به ما بخشیده. ما بعضی وقت هست که خیلی اونقدر چیزای شنیدیم که برای ما عادی شده. خداوند آمده کفاره گناه های علومت تولد تازه رو دارم، هللویا جلال من نام خداوند. فقط اگر واقعا تصور کنین که خدا چه گنجی به ما بخشیده، روح خودش رو به ما بخشیده، روح القدس رو به ما بخشیده، ما رو یتیم نگذاشته. خودش هم گفته که من شما رو یتیم نمیذارم، من میرم و دوباره میام. و بعد از اینم میگه که و من تسلی دهنده رو برای شما میفرستم، روح راستی، و او در شما و با شما خواهد بود تا ابد. تفاوت اصلی ما عزیزان و برای خودم اینطوریه که آمدن عیسی مسیح، تمام کارهای پدر، پسر، روح القدس این بود که روح خدا بیاد. و روح خدا بدون عیسی مسیح نمیتونست بیاد، چون اول باید گناه ما آمرزیده بشه، قلب ما پاک بشه، اون موقع است که روح القدس میاد در ما قرار میگیره. و اونجا همین سرودهایی که خوندیم که تو خود مرا فرزند خواندی، به من روح خود را دادی تا تو را با روح و راستی پرستم، اشکای من را پاک نمودی، و و و این سرودی که ما خوندیم. و از زمانی که بیشتر در مورد این روح القدس، سالهاست که من از روح القدس میپرسم، سالهاست میگم روح القدس بیشتر میخوام با تو آشنا بشم. و اگه میخوای با روح القدس آشنا بشی، باید بدونی که روح القدس شخص سوم تثلیثه، شخصیت داره. خیلی هستن که میان ایمان میارن و مخصوصا توی کلیسا هم، که نه فقط کلیسا ما، اصلا کلا کلیساها، هر دفعه اینجوری میشنم، خب یاد میگیریم دیگه. کسانی که هنوز اطلاعی از مسیحیت ندارن میان توی کلیسا و میشنون دیگران چطور دعا میکنن، و اینو تو تیواری نرمال بر میداریم، فکر میکنیم آها این درسته، عیسی مسیح بیا آتش خودت رو به من بده، قدرت رو به من بده، نمیدونم بیا منو، زندگی منو اوکی دگرگون، اوکی فقط این روح القدس قدرت تو رو میخوام، آتش تو رو بیام. و اصلا ما نمیدونیم، روح القدس رو مقایسه میکنیم با یک قدرت، با یک انرژی، با یک چیزی که تو میتونی ورداری برای خودت استفاده کنی که خواستای خودت رو انجام بدی. فقط زمانی که با روح القدس آشنا میشیم، این شخص سوم تثلیثه، شخصیت داره. ما
ما زمانی که در مورد شخصیت صحبت میکنیم، یعنی یه کسی که شخصیت داره، یعنی یه کسی هست که میتونه فکر کنه، عقل داره و همینطور هم اراده و همینطور هم احساس. ما اینطوری خلق شدیم، برحال شبیه خدا خلق شدیم. و اینجا میبینیم که در اول قرنتیان در موردش صحبت میکنه، میگه زیرا که روح همه چیز حتی عمقهای خدا رو نیز تفحص میکند، همچنین نیز امور خدا رو هیچ کس ندانسته است جز روح خدا. پس روح خدا فکر میکنه و میگه که عمقهای خدا رو میدونه. الان میخوای با خدا آشنا بشی، پیش کی باید بری؟ روح القدس میگه که روح القدس عمقهای خدا رو میدونه، شخصیت همه چی رو، چون خودش هم خداست. و همینطور هم در مورد اراده هم صحبت میکنه، لیکن در جمعی اینها همه یک روح فاعل است که هر کس را فرد به حسب اراده خود تقسیم میکند. اینجا در مورد عطای روح القدس، یعنی او اراده داره، او میتونه تصمیم بگیره. هر چقدر خداست، جدا از پدر، جدا از عیسی مسیح، فقط خدا مستقل و فقط یک اراده داره، تصمیم میگیره و تصمیم او با پدر و پسر یکیه. همینطور هم میبینیم که احساس داره و اینجا میگه که و روح القدس و روح قدوس خدا رو که به او به روح قدوس خدا رو که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید، مخصوم و ناراحت نکنین. میدونستین که روح القدس رو میتونی ناراحت کنین؟ اگر تا امروز فکر کردین روح القدس فقط یک قدرتی از قدرت رو نمیتونی ناراحت کنی، دل قدرت رو یا نیرو رو نمیتونی بشکنی. فقط اینجا روح القدس واقعا مثل یک شخص به ما توضیح داده شده. از آنجا که روح القدس شخصیتمند توصیف شده است، پس ما میتونیم به روح القدس کفر بگیم. به نیروهای با نیرو، با قدرت، با این چیزا نمیتونیم کفر بدیم. کلام خدا میگه ما میتونیم علیه روح القدس مقاومت کنیم، ما میتونیم حتی فریب بدیم و دروغ بگیم به روح القدس. این تا الان آیه ها رو همه رو نمیخوام بخونم، فقط کلا میخوام توضیح بدم شخص روح القدس رو. ما میتونیم روح القدس رو امتحان کنیم، ما میتونیم روح القدس رو همینطور گفتم که محسون کنیم، غمگین کنیم یا ناراحت کنیم. این نشانه اینه یک شخص سوم تثلیث، احساس داره. از من نپرسین چطور، من نمیدونم، فقط باور میکنم. همینطورم روح القدس رو میتونی به حرمتی کنی. با این حال این قسمت های شخصیت اوست که تقریبا الان یک کسی رو که مثلا توضیح بدم با روح القدس میتونی این کار رو کنی. پس مثال میگم مثل یکی که با یک شخصی روبرو شدی، نه؟ مثل که همینطور به یک کسی از شما بیحرمتی کنم، همینطور هم میتونم به روح القدس بیحرمتی کنم، همینطور هم میتونم به او دروغ بگم، همینطور به شما دروغ میگم، به او دروغ. پس این چیزهایی هست که مثل شخصه، فقط همزمان با این حال روح القدس خصوصیت های الهی هم نیز داره و روح ازلی، روح ابدی هست، روح راستی هست، همینطور که توضیح دادم. روح محبت است، روحی هست که در همه جا حاضر است. الان همون شخصی سوم تثلیث رو که میتونی دروغ بگی، همون روح در همه جا حاضر است، همون روحی که میتونی بی‌حرمتی کنی دانای مطلقه، همه چی رو میدونه، همون روحی که میتونی توهین کنی، مقاومت کنی، همون با خدا یک هست، همون روح زنده کننده هست، حیات دهنده هست. اینجا میگه که و اگر روح او که عیسی رو از مردگان برخیزانی در شما ساکن باشد،
در شما ساکن باشد، یعنی روح القدس رو. او که مسیح رو از مردگان برخیزانیده، بدنهای فانی شما رو نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن هست. یعنی این روح القدسه که شخص سوم تثلیثه، که همینطور عیسی مسیح از مردگان برخیزانید. قدرت فقط نیست که میگیم یه قدرتی هست، ما بعضی وقت میگیم قدرت روح القدس، درسته، روح القدس قدرت داره، آگاه هست، تمام صفتهایی که نگاه میکنیم عیسی مسیح داشت، یا الان کتاب انجیل رو میخونیم، عیسی مسیح رو نگاه میکنیم چطور رفتار میکرد، چه کارهایی میکرد، چه معجزه هایی میکرد. الان نگاه کنید تقریبا تمام این صفت ها الان در روح القدسه. عیسی مسیح، هیچ موقع نمیگیم که عیسی مسیح قدرته، میگیم نه، ما نمیگیم عیسی مسیح شخصیه، شخصی است که قدرت داره، شخصی است که اقتدار داره. اگه کسی موافق بگه حداقل آمین. روح القدس، خواهش میکنیم، تو هستی که باید این مکاشفه رو بدی. من نمیتونم معرفی کنم تو رو خداوند، تو خودت باید بیای خداوند تو قلبشون صحبت کنی خداوند، که چه رویی هستی خداوند، چقدر نزدیک هستی، چقدر زنده هستی. تو بیا خداوند این مکاشفه رو خودت ببخش خداوند. زیرا که مسیح نیست برای گناه‌های یک بار زحمت کشیده، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد، در حالی که به حسب جسم مرد لیکن به حسب روح زنده گشت. این تمام چی توضیحاتی هست که در مورد روح القدس که صحبت می‌کنی، که کوتاه. این الان ما چند روز اینجا بودیم که در مورد عیسی مسیح عنوان دوست اونجا صحبت کردیم، و تمام چیزایی که الان اینجا ما از این صفت ها صحبت کردیم، این نشون میده که شخص سوم تثلیث روح القدس یک شخصی هست که دوست داره با تو ملاقات داشته باشه. روح القدس در این دنیا، عیسی مسیح در دست راست پدر نشسته. زمانی که ما اینجا جمع میشیم در نام عیسی مسیح، پس روح خداست اینجا که شروع میکنه همه کارهایی که عیسی مسیح 2000 سال پیش اینجا کرد، الان روح القدس اینجا انجام بده. خوبیش اینه که اگه عیسی مسیح اون موقع اینجا میمود، اگه عیسی مسیح اینجا میبود و تقاضای دعایی داشتی، باید سیکوریا میرفتی، اورشلیم میرفتی، اونجا حداقل پول خرج میکردی، میرفتی اینجا میگه عیسی مسیح خواهش میکنم من آمدم اینجا، خدا من سردر دارم، میارم به من برکت بده که سردرم بردی، من کور هستم، کر هستم، یا هر چیزی که هست، یا پر از نیازهایی هست که ما داریم، همینطورم افسرده هستی، همینطور غمگین هستی، که میری پیش عیسی مسیح. تفاوت تمام این دین ها و مذهب با عیسی مسیح، با کتاب مقدس، اینه که روح خداست که خداوند به ما بخشیده که در ما و با ما باشه. زمانی که اینو میخونیم در یوحنا باب 14 میگه که و من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده دیگر رو به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما باشد. بگین که با من باشد. همیشه. آیا خدا دروغ میگه؟ پس زمانی که میگه که همیشه با تو باشه، پس همیشه هست، یا همیشه با شما باشد، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او رو قبول کند، زیرا که او را نمیبینند و نمیشناسند، و اما شما او را میشناسید، زیرا که با شما مانند میماند و در شما خواهد بود. شما را یتیم نمیگذارم. این شخصیت عیسی مسیحه، و عیسی مسیح با روح القدس یکیه. عیسی مسیح هم که گفت، روح القدس هم به تو میخواد بگه من تو رو یتیم نمیگذارم، من هستم، من 24 ساعت در زندگیت در کنارت هستم، تو میتونی با من صحبت کنی، تو میتونی با من ملاقات کنی، تو میتونی از من بپرسی، تو میتونی دعا کنی، من راه ها رو به تو نشون میدم. اونجا چند تا قسمت هایی هست که روح القدس میبینیم که صحبت میکنه، روح القدس هدایت میکنه، روح القدس میگه که تعلیم میدی، عیسی مسیح میگه میاد او هم چیزی که به شما دادم اون خودش به شما تعلیم خواهد داد، شفاعت میکنه، مانع میشود، و
از آینده پیشگویی به شما میگه و تفحص میکند، گویی گواهی میدهد، به کار میگیرد و همینطور هم تقدیس میکند. این تمام خصوصیت هایی است که روح القدس انجام میده، همین چیزهایی که عیسی مسیح 2000 سال پیش اینجا بود انجام داد. فقط الان عیسی مسیح میگه من میرم و او رو میفرستم و حتی میگه که به وسیله او شما کارهای بزرگتری خواهی کرد، چون من پیش پدر میرم. الان چه هدیه ما گرفتیم، چه خدایی ما رو گرفتیم. عیسی ظهور مکاشفه خداست، روح القدس مکاشفه نامری خداست. عیسی ظهور مکاشفه خداست که میگه هیچ کسی پدر رو ندیده، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر آمد و که ما رو با او آشنا کنه. این عیسی شفیع میگه که مدافع دیگر رو میفرستم، و در یونانی این مدافع میگه که روح دیگری ولی از همون جنس ما، جنس او. دوباره میگم عیسی مثل یه مدافع دیگری را میفرستم، در یونانی میگه که یعنی روح دیگری ولی از همون جنس او، یعنی جنس من. زمانی که کتاب مقدس رو میخونیم از عیسی مسیح اینجوری تعریف، یعنی زندگیش رو نگاه میکنیم و عاشقش میشیم، درست میبینیم چقدر مهربونه، چقدر زیباست، چطور بعضی وقت با حکمت رفتار میکنه، بعضی وقت مقاومت میکنه ضد این فریسی ها، ضد این افرادی که خودشون میخوان نشون بدن. بعد همزمان دنبال اینه کشیده میشه پیش گناهکاران شفا بده، آزاد کنه و از این گره هایی که، از دروغ هایی که ما افتادیم آزاد کنه. عیسی مسیح کارو نمیکنه، روح القدس رو میکنه. ما میگیم عیسی مسیح خواهش میکنم بیا رو کمک کن، بیا منو آزاد کن. درسته ما به او میگیم چون او خداست، و همینطور هم زمانی که عیسی روح القدس رو نگاه میکنه مثل خدا، فقط الان او اونجا حاضره، اوست که تو رو از ترس و نگرانی آزاد میکنه. هر موقع که پیش پدر صحبت میکنه، پیش عیسی مسیح به روح القدس صحبت میکنه، به خدا صحبت میکنه. چون بین خودش هم حسودی هم وجود نداره که مثلا چرا از عیسی پرسید، چرا از من پرسید، من پدرت هستم. نه، اینا یک هستن، در محبت یک هستن، یک هدف دارن، با تو ملاقات داشته باشن. به این خاطر زیباترین عزیزان چیزی، هدیه‌ای که گرفتیم که غیر قابل تصوره، روح خداست. و روح القدس دوست داره با تو ملاقات داشته باشه. روح القدس دوست داره که تو کنجکاو، میگن کنجکاو بشی، یعنی تو او رو بخوای. این روح لطیف عزیزان خداست، مرده رو زنده میکنه، همزمان فروتن، تواضع، مهربان، پر از، یعنی میتونم بگم بهترین جنتلمنی که تو میتونی تصور کنی روح خداست. جنتلمنه. زمانی که این دخترها، پسرهایی که اونجا جمع شده بودیم، همه به هر حال مشکلایی داشتن، فکرای اشتباه، دروغهای این دنیاست، ترسایی هستن، ترس از انسان، دیگران چی فکر میکنن، الان میترسم از شکست خوردم، و همینطورم گذشته ما چقدر از طرف پدر مادرمون یا از طرف جامعه، از همه قسمت اونقدر زخمی شدیم. کی میتونه بره تو عمق روح ما، نفس ما، این مشکلات رو بیرون بیاره یا این دردها رو به وجود بیرون بیاره؟ همینطور که گفته قبل از این گفته بودم که زیرا که روح همه چیز، حتی عمقهای خدا رو نیز تفحص میکند. روح خداست عزیزان در شما، در این نفس شما، که متوجه میدونه که چه دردهایی داری، چه ترسهایی اینجاست. انرژی نیست، قدرت نیست، شخصه، و طبق شخصیت نرم خودش، شخصیت فروتنی خودش با تو رفتار میکنه. یعنی واقعا اونقدر لطیفه.
چون نفس ما اونقدر حساسه عزیزان، با چوب نمیاد تو رو آزاد کنه، بلکه با تسلی، با محبت، با صبر. و زمانی که اونجا بودیم، برالان شهادت هایم خواهیم شنید، روح القدس روحی هم نیست که زور کنی. روح القدس فقط میتونی خواهش کنی. روح القدس واقعا احتیاج به تو دارم، درد دارم، یا او رو بطلبی، او رو جستجو کنی. نه شبان میتونه به تو کمک کنه، نه هزار تا کتاب ها نمیتونن باشه الان، بلکه روح خداست، روح القدسه که میگه که من هستم، من کنار تو هستم، در تو هستم، من میتونم تو رو آزاد کنم، فقط منو به طلب. و تو این روزهایی که بودیم، الان هر چقدر امیدان یعنی نوجوانان هستن، الان عمری نگذاشته که وارد دنیا بشن، تو مثل ما الان درگیر هزار تا کارهایی بکنیم، گناه و اینطوری هزار تا چیز، هنوز جوان هستن، 15 16 17 18 20 تا 20 21 22 سال هستن، فقط به هر حال از گذشته خیلی زخمی هستن، چون ما بعضی وقت نمیدونیم با کلمه‌های خودمون مثل پدر مادرم چقدر میتونیم درد به وجود بیاریم. به این خاطر گفتیم که روح القدس تو این سمینار تو خودت باید بیایی، و تو هم میخوایی این عزیزان دوست تو باشن و ایشان هم اینطور عنوان دوست تو رو قبول کنن، تو بیا و خودت رو معرفی کن. و همینطور هم بود که کلام صحبت میکردیم، با کلام بعد از کلام میرفتیم تو پرستش، و تو پرستش روح خدا میامد لطیف، زیبا، و شروع میکرد به کار کردن. کی هست که اول میخواد شهادت بده؟ ستایش میخواد بیای؟ یا رزمین؟ احتیاج نیست. سلام دوستان عزیز و برادران خواهران عزیز. شهادتی که من میخوام بدم، امیدوارم که برکت بگیرید و این حاصل سمیناری بود که خدا برای ما ساخته بود که خودش رو برای ما باز کنه. روز اول سمینار پاستور کلام آورده بودن در مورد روح القدس، دوست من. بعد یکم فکر کردم واقعا، بعد دیدم روح القدس دوست من. خیلی مثلا برادرام میگفتن با روح القدس شوخی نکن، اون نمیدونم چیزه. بعد یه ترسی هم توی من اومده بود، روح القدس مثلا خیلی مثلا بالاست، من نباید شوخی کنم، نباید زیاد کاری رو انجام بدم که روح القدس رو یعنی اذیت کنم، و نمیدونم چوری باید بگم این کلمه رو. بله، پاستور شروع کردم به موعظه کردن و داخل موعظه‌شون گفتن که روح القدس شخص نیست ولی شخصیت داره. بعد وقتی که دقت کردم، شخصیت یعنی احساسات، دل داشتن، یعنی روح القدس دل داره و دل شکسته میشه. و وقتی که داشتم این موعظه رو گوش میکردم، یه تصویری واقعا برای من باز شد. میخوام این تصویر رو به شما نشون بدم، که این تصویر داخل دعاهام بود. من بودم، یه کاسه داشتم، میرفتم روح القدس این کاسه منو پرساز، سلام روح القدس این کاسه منو پرساز، خداحافظی هم نمیکردم. و همون شب به عنوان دوست دعا کردم، به عنوان دوستی که نمیشناختمش، میخواستم که روح القدس رو بشناسم. وقتی که به عنوان دوست دعا کردم، با من صحبت کرد و از احساساتش، از عشقی که به من داشت به من گفت،
واقعا اون لحظه داشتم فکر میکردم که چقدر دل روح القدس رو شکستم. چقدر خودخواه بودم. چقدر به فکر نیازهای خودم بودم. با اینکه میدونستم روح القدس ایستاده، روح القدس دل داره، روح القدس من رو میخواد. میخواد که من اون رو بشناسم، با اون ارتباط داشته باشم. ولی هیچ وقت روح القدس رو به عنوان یک دوست نشناختم. به عنوان یک دوستی که ممکنه بعضی وقتا ما دلش رو بشکنیم. ممکنه خیلی بهش دروغ بگیم، اون رو اذیت بکنیم. روح القدس شخصیت داره. روح القدس رو من جوری شناختم زمانی که با من صحبت کرد، به من گفت که واقعا تو فرزند من هستی و این رو از قبلها میدونستم، همه شما، و فقط میخوام عشقم رو به تو بدم و تو این عشق رو احساس کنی. روح القدس شخص نیست ولی شخصیت داره. به قول یکی از خواهران که شهادت میداد، گفت وقتی روح القدس رو شناختم به عنوان یک دوست، گفتم که من دیگه به هیچ دوستی نیاز ندارم. آمین. ستایش. این شهادت های مختلف هستن. من فقط یکم استرس دارم ولی سعی خودمون میکنم. من از اون روزی که رفتیم به سالیم، قبلش خب دعا میکردم که اصلا نمیدونستم که قرار موضوع سمینار ما روح القدس باشه. بعد وقتی که رفتیم اونجا، بعد روز اول پاسور اومدن گفتن دوست من روح القدس. بعد من همچون که گذشتش، خیلی وقتی که دعا میکردم توی دعام میخواستم بگم، یعنی میگفتم که من میخوام واقعا بیام این روح القدس رو داشته باشم، روزانه بتونم باهاش زندگی کنم. چون اوایل ایمانم واقعا چشیده بودم محبتایی که عیسی مسیح روح القدس بر زندگی من انجام داده بودش. ولی این دم آخری اصلا هیچ، وقتی که ازش میخواستم هیچ اتفاقی نمیافتاد. از ته دلم میخواستم واقعا که روح القدس بیاد و روزانه بتونم با اون زندگی کنم، ولی خب اونو هیچ وقت به عنوان یه دوست نمیدیدم. و اینکه گذشت و پاستور توضیح دادش که مثلا چه جور شخصیتی داره، ما اونو میتونیم ناراحتش کنیم، و من اونو بیشتر شناختم و فهمیدم که مثلا چه جوری همش در حال این بودم که جستجو کنم که اون بیاد و من بتونم با اون زندگی کنم، فقط همین. و گذشت و گذشت. روز بعدش بود که گفت باز برادر آرش برام موعظه کردن و نه پاستور دوباره موعظه کردن. بعد گفتن که یه وقت آزادم به ما دادن، گفتن که بریم با روح القدس یک ساعت قدم بزنید و همه حرفایی که دارین رو به اون بگید. و من اون موقع رفتم دوباره سعی و تلاش کردم، کلی دعا کردم، یعنی از هر راهی دوباره وارد شدم. و اینکه توی اون یک ساعتم من دوباره هیچی نشنیدم، هیچ اتفاقی نیفتادش. و برگشتیم و نشستم. من اونجا خیلی عصبی بودم، مثلا واقعا گفتم چرا خب نمیشه برام. هم قبل از این که مثلا ما بخوایم بریم سمینار، داشتم واسش دعا میکردم که من روح القدس رو داشته باشم. همین که وقتی که اونجا بودیم، واقعا من موقعی هم که برامون دعا میشد گریه میکردم، میگفتم که من میخوام، من تشنه حضور روح القدس هم میخوام بیاد و دوست من بشه، چون شناخته بودمش از اون موقعی که پاستور بهمون توضیح داد، موعظه میکرد. و بعد گذشتش یه روز بعدش دوباره، و من رفتم با برادر آرش صحبت کردم و هر چی که توی دلم بود رو به برادر آرش گفتم و اینا. بعد جاهایی که باید کسایی رو میبخشیدم بخشیدم. و واقعا اونجا هم
آن شب قبلش دوباره بعد آرش برای من دعا کرد، گفتش که من روی تو میبینم که یه دونه پارچه سیاه روی چشای تو کشیده شده و نمیذاره ارتباط برقرار کنی. و دقیقا موقعی که بعد آرش داشت اینو میگفت دقیقا همون شکلی بودش برای من. چند وقت این بود که هر وقت اصلا چشامو میبستم دوکم یه سیاهی جلوی من بودش که اصلا نمیذاشتش ارتباط برقرار کنم. و گذشتش وقتی که با برادرش صحبت کردیم و تموم شد و من شروع کردم خودم به دعا کردن، وقتی که داشتم دعا می کردم این سه روز گذشته بودش، از این سه روز من هیچ کدوم از این روزا ملاقاتی نداشتم با روح القدس. و بعد شروع کردم به دعا کردن، شروع کردم وقتی که چشم رو بستم داشتم دعا می کردم یه دفعه قشنگ این پرده رفت بالا، این قشنگ می دیدم دیگه، قشنگ این پرده رفت بالا و یک خوشحالی از سر تا کلا توی بدن من یه خوشحالی اومدش، اصلا واقعا نمیتونم الان توصیفش کنم ولی خیلی عالی بود این خوشحالی، دقیقا مثل همون موقع اول ایمانم که اینو تجربه کرده بودم. و بعد رفتم با بچه ها بازی کردم، اینو تموم شد دوباره اون روز. بعد نه شبش دوباره برام دعا کردن، وقتی که شب برام دعا کردن اون موقع هم باز من وقتی که برام دعا کردم قشنگ روح القدس رو کنار خودم به عنوان یه دوستم میدیدم و کنارم بودش دیگه. خیلی واقعا خوشحال، وقتی هم که برام داشت دعا میکرد من همش لبخند روی صورتم بود، یا وقتی که مثلا برام دعا شد من افتادم همینجا اصلا خودم ول کردم، گفتم که عمر گرفته دیگه من اصلا نمیترسم. و واقعا اونجا دیدم که یه دونه چمنی بودش که روح القدس دستاش اینجوری باز کرد، من خوابیده بودم و واقعا اونو حسش میکردم بعد از چند مدت، واقعا خیلی عالی بود برام. یعنی تا قبلش وقتی که دعا میکردم من اینو خودم فهمیدم که خیلی آدم بی صبری هستم، یعنی اصلا صبر نکرده بودم که واقعا بیاد، یعنی فکر نمی‌کردم، فقط میخواستم که او بیادش ولی اصلا هیچ فکری نمیکردم یا مثلا شناخت کافی از روح القدس نداشتم. ولی موقعی که هم شناخت داشتم هم واقعا میخواستم، اون اومد و کار خودش رو انجام داد. شب قبلش بود که ما در دعا بودیم و شهادت هایی میشنیدیم، بنده به خودش میگه که خدا روح القدس اصلا صحبت نکرد. بهش هم گفتم که خدا روح القدس هم بعضی وقت در سکوت صحبت میکنه، چون خودش میدونه چه چیز چه هنوز چه عیبی هست ما نمیبینیم. منم دوست داشتم بالا فاصله پر بشه. اینجاست که میگم که روح القدس رو نگاه میکنیم زو زنزیبل میشه، حساسه و میدونه چه مانعی هست، وقتش رو باید آماده کنه. برادرمون آرش بود که اون شب که موعظه کرد یا صبح موعظه کرد خیلی عالی در مورد افکار بود و همینطورم در مورد هویت بود که خدا با کلام صحبت میکنه، زمانی که کلام رو میشنویم و اونجا خودمون رو باز میکنیم برای کلام و میگیم خداوند من میخوام و باز میکنه برای روح القدس، اون موقع روح القدس میاد و شروع میکنه به کار کردن. ما باید یه درسی یاد بگیریم عزیزان، روح القدس اونجا نایستاده که بگیم بیا الان کمکم کن یا یه کاری انجام بده. روح القدس فقط و فقط اغیاگیت میشه اون عکس العمل میکنه، یعنی اون نمیاد به تو کارهایی برای تو بکنه، اون منتظر است که تو خودت قلب رو باز کنی، اون منتظر است که خودت قلب تو باز کنی، اون رو جستجو بکنی، احترام بذاری و جلوش فروت هم بگی خدا من روح القدس واقعا با تمام دل میخوام با تو آشنا بشم، با تمام دل تو رو جستجو میکنم. اون موقع هست که این با لطافت خودش فروتنی خودش میاد اونجا صحبت میکنه. بعضی وقت ما اطلاع نداریم چه چیزایی در ما هست، فقط خداست که ستایش رو قلب او رو و این پرده رو میدید و چطور خداوند از طریق نبوت آزاد میکنه. الان تو هستی یا بهار؟ و این شهادت ها هم همینطور گفتم که خیلی خیلی خوبه، بعضی وقت شهادت ها بیشتر با کلام ما صحبت میکنن، با قلب ما صحبت میکنم از موعظه. سلام.
سلام میگم به تک تک شما عزیزان، واقعا باعث افتخاره که بیام از کارهای عظیمی که خدا توی قلب من توی زندگی من انجام داد براتون اینجا بگم. قبل از اینکه برم سوالی، من واقعا با یه انتظار خاص، با یه اشتیاق خاص، شاید خیلی دو برابر سال پیش بود که داشتم میرفتم سالیم و این مدت آخر که منتظر بودیم و بالاخره این 4 روز توی سالی ما باشیم، خیلی واقعا از لحاظ روحی انقدر حال من بد بود که شاید بگم یه سورایی برای اولین بار توی زندگیم یه طوری بود که انگار خودم خیلی افسرده حس میکردم. منی که یه آدمی بودم که نسبت به همه چی، حتی بدترین شرایط زندگیم، خوشبین بودم و خیلی همچنان تعجب میکردن که چرا انقدر خوشبینم. ولی واقعا توی اون خشکی، توی اون بیابون فقط منتظر بودم، با اینکه ارتباط خیلی خوبی با خدا داشتم و داشتم تازه اتفاقا با روح القدس بیشتر آشنا میشدم، ولی اون یه استارتی بود که زمانی که قدم میذارم توی سالیم انگار که واقعا با یه آمادگی اونجا بود و زمانی که وارد شدم فقط دریافت میکردم. و میخوام بگم که زمانی که گفتن که الان شما بریم پیاده روی کنیم با روح القدس، یعنی هیچ وقت نبوده که بشینم و اینقدر راحت بدون هیچ ترسی، بدون هیچ خجالتی این که الان خدا میخواد منو قضاوت کنه یا داوری کنه، خیلی راحت باش صحبت کنم و تمام افکارم و تمام احساساتم شاید نتونم به کسی بگم، ولی برای اون گفتم و میدونستم که الان یکی هست که داره با تمام وجودش میشنوه و تنها کسی که همونطوری که من هستم منو میپذیره و دوست داره. و خیلی خوب بود که زمانی که صحبت میکردم این اجازه رو دادم که فقط من صحبت نکنم، اجازه دادم که توی اون سکوت، توی اون آرامش که هیچ کسی نبود، روح القدس با قلب من صحبت کنه. و یه تصویر خیلی قشنگی بود که زمانی که داشتم گوش میدادم، خدا قشنگ بهم نشون میداد که ببین هر جا که بری من با تو هستم، توی مدرسه بری، هر جا که توی کلاس باشه، توی کلیسا باشه، جایی که الان تو حس خوبی نداری، شاید جایی باشه که یه دفعه خشمگین بشی، جایی باشه که میخوای سکوت کنی ولی نمیتونی، میخوای یه حرفی نزنی ولی نمیتونی، من میام، تو کافیه که فقط نام منو بگی، فقط صدای منو بلند کنی. و خیلی برای من این یه قوتی بود، یه انگیزه‌ای به من داد که هر جایی که هستم، هر جا که اون ضعیف بودن خودم رو احساس میکنم، یک کسی هست که به من اون قوت رو میده، کسی که واقعا تمامی قدرت و اقتدار در دستای اونه. و توی این مدت شاید بگم سالای خیلی زیاده بود که من با افکار خودم میجنگیدم و شهادتش هم دادم که مخصوصا این مدت آخر واقعا انقدر یه افکاری بود به من حمله میکردن، اصلا نمیتونستم واقعا آروم و قرار بگم و شبای زیاده بود که اصلا بخاطر این افکار نمیتونستم بخوابم. و زمانی که اون کلام رو در مورد افکار شنیدم که چطور افکار خودمون رو بسپاریم دست خدا و به چیزای زمینی فکر نکنیم، بلکه چشمون رو به اون آسمان بدوزیم و طرز فکر رو داشته باشیم که عیسی داشت. و عیسی چطور این طرز فکر رو داشت؟ اون اراده پدر رو فقط میخواست، اون فقط میخواست که اراده پدر انجام بشه از طریق اون، فقط متمرکز میشد به صلیب خدا، به خدای پدر. و این خیلی به من کمک کرد که چطور بتونم افکارمو کنترل کنم و فقط به اون آسمون فکر کنم. همینطور که بهار گفت قبل از اینکه بریم توی سمینار، اونجا روح القدس که گفته که من میخوام این موضوع رو، موضوع روح القدس دوست من باشه، و همینطورم اون زمانم به من گفت که برو و بهشون بگن من دوست دارم با ایشان شپسیانگین، یعنی راه پیاده روی کنم. یعنی زمانی که اینو شنیدم که روح القدس، ببینین خداست، خداست، شخص سوم تثلیث، و او میاد اونقدر ما رو ارزش قائله، میگه که به این بچه ها بگو من میخوام پیاده روی برم، نه من میام اینجا الان 1 2 3 زندگیشون باید درست کنن و اینو کنن، بلکه من میخوام پیاده روی کنم، من میخوام اینطوری نزدیک بشم که نزدیکی منه که زندگیشون عوض میکنه، از ترس و آزاد میکنه. من نآمدم به شما بگم، مخصوصا به نوجوانا، ما نمیتونیم بگیم الان به یه سنی رسیدن برای تمام احساسات میان، عاشق میشن و دنیا، شهوت‌های این دنیا، کی میتونه نگه داره؟ الان پدر مادر هم همینطور بگی نکن، درست نیست، تو مسیحی هستی، بعد از این میاد کلیسا، ما هم به هر حال سعی میکنیم، درد و رنج میکشیم، سعی کن بابا یک کم نگاه مواظب اونطوری چیز کن. فقط روح القدس که زمانی که این
میچسبه به تو محبت، شخص سوم تثلیث میچسبه، اونجا قدرت میگیریم، اون موقع تشخیص میدیم چی خوبه چی بده. معمولا ما این دفعه با پوریا و همینطورم با الیزا که مسئول نوجوانان بودن گفتیم که وقت تفریح بذاریم، بیشتر یکم هم بازی کنن، یکم هم چیز کنن. هر دفعه می آمدین تفریح گفتن نه تفریح نمیخوام، ما میخوایم بیا جلسه بیایم، ما میخوایم جلسه بیایم. چرا؟ چون روح خدایشان رو این اشتیاق رو به وجود آورده بود. این روح خداست که اشتیاق به وجود میاره که گناه نکنی. اگه عیسی مسیح، اگه روح القدس رو فقط عنوان یه قدرتی میبینی، نیرویی میبینی، آتشی میبینی، نمیتونی با اون ملاقات داشته باشی. زمانی که تو تصمیم میگیری باور کنی طبق کلام تو، کلام خدا میگه که اون شخص سوم تثلیث شخصیت داره، اون موقع میتونی با این شخصیت، با اون شخص سوم تثلیث شروع کنی به صحبت کردن و مطمئن باشی او اینجاست. همینطور که به شما گفتم که عیسی ظهور مکاشفه خداست، روح القدس مکاشفه نامری خداست. منظور اینه که من اینطوری تصور میکنم زمانی که عیسی مسیح من شما رو یتیم نمیذارم، من میرم و میام. برای من اینطوریه که مثل اینکه تقریبا میخوام اینو متوجه بشین. شما دوست دارین الان عیسی مسیح کنار شما باشه؟ همون عیسی مسیح 2000 سال پیش اینجا در این دنیا بود. دوست دارین صبح تا شب کنار شما باشه؟ ظاهرا هم همینطور میبینی، هر جایی که میری پوز میدی، عیسی مسیح با منه، یا پوز میدی، میری شب میخوابی صبح بیدار میشی صبح بخیر عیسی مسیح، و میبینی که الان با قدرتش، با شکوهش، با غیرتش اونجاست. ترس نیست، چون اون خدایی که دنیا رو خلق کرده، خدای قادر متعال، قادر مطلق، دانای مطلق کنار توست. از چی بترسی؟ آمین. و الان عیسی مسیح میگه که من شما رو یتیم نمیذارم، من میرم و دوباره روح القدس رو میفرستن. الان نگاه کنین، سعی کنین با این تصویر، این روح القدس مثل عیسی مسیح خودش رو تکثیر کرده و آمده در من و در شما و با من زندگی میکنه. میگه که من او خواهد آمد در شما و با شما خواهد بود. در شما که دیگه من حیات جاودانی رو دارم، با شما که تو رو الان روز به روز هدایت کنه. به این تصویر نگاه کنین. اگه یه چیزی امروز یاد گرفته باشین و عیسی مسیح عنوان شخص سوم تثلیث شخصیت داره، نگاه کنین، شروع کنین با او صحبت کردن، او رو جستجو کنین، تجربه رو خواهید کرد. به این خاطر خداوند گفته که من میخوام پیاده روی برم، که این ترس رو از ایشان بردارم، از اینکه چه خدایی هست، چه آتشی، چه کارایی من میخوام. نه، عشق نزدیکی با من زندگیش عوض میشه. برادرمون آرمین، خواهر برادر بهاره، بیا می بس. صدا میاد؟ صدا میاد. اوکی اوکی. منم سلام و عرض ادب میکنم خدمت عزیزان دل. منم مثل تک تک بچه های دیگه قبل از اینکه بخواستیم بریم سالیم، خیلی تو قلبم دعا کرده بودم، چون که همونجوری که پاستور گفت، همونجوری که قبلا تو موعظه‌های دیگه شنیده بودین، ما تو این سن همیشه درگیر دنیا میشیم، وسواس های دنیا میشیم. تو این سن ممکنه خیلی وسواس ها بیا سمتمون، ممکنه خیلی گناه ها بیا سمتمون. اوائل ایمانم خیلی خیلی خوب بود، خیلی واقعا مثل تک تک عزیزانی که با عیسی مسیح آشنایی پیدا کرده بودن، واقعا یه شادی اومده بود توی قلبم، یه شادی اومده بود که نمیتونستمش به زبون بیارم. واقعا اون شادی رو احساس میکردم. مدتی بود که اون شادی رو از دست داده بودم، به خاطر اینکه میتونم بگم درگیر دنیا شده بودم، درگیر آرزوهای خودم، هدفهای خودم، افکارم. اینقدر فکر میکردم، بعضی وقتا فکر میکنم یه هفته میشد همینطور فکر میکردم، بعضی وقتا اصلا نمیتونستم از این افکار زیاد که تو ذهن منه بگیرم بخوابم. سر کلاس درس میافتم، اصلا تمرکز نداشتم. افکار که باعث میشد فکر من درگیر باشه، به خاطر ترس از دست دادن عزیزان، ترسی مثل پدر، مثل مادر، مثل خواهر، مثل برادر، ته دنیا چی میشه، من آخر به کجا میرسم، هدفم چی میشه، واسه چی به وجود اومدم، واسه چی به دنیا اومدم. زمانی که داخل این سمینار سالیم بودیم، تو این چهار پنج روز، روز اولی که نشستیم
پاستور واسمون داشت موعظه میکرد، موضوع کلام در مورد روح القدس دوست من بود. من گفتم خدایا روح القدس دوست من، روح القدس میگم پدر، پس پدر پسر روح القدس، ولی هیچ وقت تعریف کاملی از روح القدس نشنیده بودم. نمیدونستم روح القدس چیه، چیکار میتونه بکنه، حتی نمیدونستم روح القدس میتونیم ناراحتش بکنیم. زمانی که بهمون پاسور تعلیم داد، موعظه کرد، بعد موعظهش بهمون گفتش که هر کدومتون جدا جدا تک به تک یک ساعت و نیم وقت دارین بریم بیرون، هر کسی خواست توی اتاق خودش، هر کسی خواست توی طبیعت. اینو باور داشته باشین که اگه ازش بخواین روح القدس همونجوری که پاستور گفتن مثل یه جنتلمن میمونه و ازش درخواست بکنین تا بهمون بده. زمانی که کلامش تموم شد، موعظه‌اش تموم شد، از بچه‌ها که دور شدم بعضی رفتن و من تنها رفتم یه قسمت دیگه، سمتی که وسط جنگل و اینا میشه. اولش پیاده روی با خودم کردم، یه فکری اومد تو سرم، گفتم خدای من الان مثل روزای دیگه عادی دارم پیاده روی میکنم، من الان هیچ احساسی ندارم. باز همون روز اولی بود که ما رسیده بودیم سالیم، این بود که باز اونجا قبل از اینکه شروع کنم به پیاده روی دعا کردم. دعام که تموم شد شروع کردم، البته پاستور اینم گفتن که باش درد و دل بکن اول. من قشنگ باش درد و دل کردم. درد و دل من این بود، گفتم خدایا آرزوهای من چی میشه، من خیلی پر از مشکلم، افکارم درگیره، ترس از دست دادن، ترس نگرانی فردا، این چی میشه، اون چی میشه. رسیدم وسط یه قسمتی که بعد نشستم اونجا، قشنگ چشامو بستم، همینطور که داشتم دعا میکردم اینو من باور کردم که واقعا روح القدس وجود داره. دعام که تموم شد، قبل از اینکه دعا بکنم دقیقا احساس کردم یکی همجور که دارم صحبت میکنم باش دقا میرم، یکی دستشو گذاشته پشت سرم، یعنی دستشو گذاشته روی شونم، داره با من صحبت میکنه. چی شده؟ من داشتم باش درد دل میکنم، مثل دوستی که باش قدم میزنه میریم بیرون، آره من ناراحتم. از چی ناراحتی؟ از این ناراحتم که نمیتونم فلان شغل رو بردارم، از این ناراحتم که نمیدونم اگه من چند سال دیگه تو این شغل موفق میشم یا نمیشم. این بود که درد دلم که تموم شد، همه حرفامو که گفتم، چشامو که باز کردم، با اینکه خورشید پشت سرم بود، نور جلوی چشم من باز شد که همونجا تپش قلب گرفته بودم، با اینکه کسی نبود، همونجا بهم گفت آروم باش، من صدای تو میشنوم. بعد دیگه چی میخواستم بگم؟ شهادتی میخواد که میخواستم بدم برمیگرده به گذشته، به گذشته که شهادتی که باس من تو سن خیلی کم اتفاق افتاد. 8 سال پیش که به خارج از کشور مهاجرت کرده بودیم به طور قانونی، واقعا اقدام کرده بودیم که برسیم به جایی که پدر مادر میخواستن ما برسونن، جایی که تلاش بکنیم، درس بخونیم توی کشوری که بتونیم با موفقیت سرمون رو بگیریم بالا. اونجا فهمیدیم که کلا برداری کردن، خلاصه اون شخصی که میخواست باسمون یه کاری انجام بده، ما رو برسونه به یک کشور دیگه، پولمون خورده و پاسپورت و آیدی کارت جعلی درست کرده زمانی که تو هواپیما بودیم. این اتفاق باسمون افتاد. بعد به خاطر اون پدرم رفت بازداشتگاه، میخواستم ببینم پاسپورت و آیدی کارت مال کی. خلاصه ما بعد یک ماه بازداشت دادگاه رفتیم اینا، آخرش ما فکر کردیم تو اون دادگاه بعد از یک ماه آزاد میشه. آزاد نشد. منی که تو سن 15 سالگی یا میتونم بگم 14 سالگی بودم، قدر پدرم رو دونستم، قدر پدر مادر خانواده رو دونستم، فهمیدم که چقدر سخته. زمانی که من شهادتم رو توی سالیم دادم پر از درد بودم، اینقدر درد بودم، پر از عشق بودم، نمیتونستم صحبت بکنم. ولی زمانی که این روح القدس با من توی سالیم اومد، اینجا قشنگ میتونم بدون ترس، بدون استرس، بدون نگرانی صحبت بکنم. و همینطور من کسایی که اون تو اون کشور ما رو اذیت کردن بخشیدم، فروتن شدم، یاد گرفتم که چطوری میتونم در کلام خداوند
قدم بردارم. این شهادت من بود. مرسی به خدا همتون. خیلی ممنون. ما امروز فقط گفتی که 4 نفر بیان شهادت بدن، افراد دیگه هم هستن که چطور خدا لمسش کرده، و جلسه‌ای که در حضور خدا بودیم اونجا فقط روح خدا که می اومد شفا میداد، آزاد میکرد. و همینطور هدف خدا، هدف روح القدس اینه که با این مشارکت ما رو شجاع کنه، از انسان ترسی آزاد کنه که بتونیم درست اینجا بایستیم. به حال هدف امروز هم که این موعظه رو کردم و با این شهادت ها، شاید بیشتر اینطوری واقعا شما رو تشویق کنم، شاید این چیز رو در شما به وجود بیارم. افرادی هم که اینجا پشت تلفن، پشت تلویزیون نگاه میکنم، واقعا بدون یه چیزی خیلی عظیمتر، بزرگترین هست که تو رو دوست داره و میخواد با تو مشارکت صمیمی داشته باشه. شخص سوم تثلیث، روح القدس، اوست که در شما همه کارا رو انجام خواهد داد. اون تسلی دهنده هست. و همینطور هم که الان این عزیزان صحبت کردن، پیاده روی کردن، با هم نشستن، مشورت کردن، اشتباه زمانی که میکنیم و شکست، حتی هم شکست بخوریم، اون ما رو بلند میکنه، هدایت میکنه. امید من اینه که برای خودم، برای کلیسای ما و برای افرادی که نگاه میکنن، از امروز به بعد واقعا شروع کنیم به دعا کردن و روح القدس رو طلبیدن. روح القدس، من میخوام تو رو عنوان شخص سوم تثلیث با تو آشنا بشم. من میخوام قدمایی وردارم که دوست تو بشم، و میخوام تو رو قدمایی وردارم که تو دوست منو بکنی. بهترین دوست منه که هیچ موقع تو رو انتوش نمی کنه، هیچ موقع تو رو کوچیک نمی کنه. دائما روح القدس اینه که از تو دفاع کنه، تو رو حمایت کنه. اگه گناه میکنی ملزم میکنه، به توبه هدایت میکنه، که اکثریت الان متوجه شدن که ما میتونیم روح القدس رو من ناراحت کنیم. توبه بود، بازگشت بود، ببخش، اصلا ما نمیدونستیم. و اینجاست که روح القدس کمک میکنه که درست سالمم در مسیحیتم رشد کنین. آمین. خیلی ممنون هستم عزیزان که دیروزم دعا کردیم که شجاعت بگیرین که بتونین هر جایی که هست از دوست عزیزتون تعریف کنین، که افتخار کنین، بگی من میخوام دوست من روح القدس رو از او تعریف کنم، اون بهترین دوست منه. آمین. یک سرودی هست، اینو با هم بخونیم، و همینطور هم خوب میشه یه قسمت کوتاه خودتون دعا کنین، ببینین که چقدر واقعا روح القدس رو میشناسین. زمانی که آتش روح القدس رو میخواین، به جای آتش خودش رو بخواین. توی روح القدس آتش هست، توی قدره روح القدس قدرت هست. دنبال آتش نباشین، دنبال روح القدس باشین. آمین.